فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید؟ یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن با آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم. هیچ کس نمی تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمی گوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند، یعنی به مسیح اشاره می کند. مقصود من این است، شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمی تواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد، وجود طرفین مسلم است. اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده‌های خدا تناقض دارد؟ ابداً. زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود، البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر می‌شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند،
تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.